شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه 23 مرداد 1397 با انتشار بیانیه‌ای معاهده ننگین فروش دریای خزر که به معاهده رژیم کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر معروف است را محکوم نموده و گفته است پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. بیانیه شاهزاده رضا پهلوی. هم میهنانم، همان گونه که میدانید در 21 مرداد ماه جاری در شهر آکتاو در کشور قزاقستان حکومت اسلامی میهن ما را درگیر معاهده دیگری کرد که به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر شناخته شده است. این معاهده در 24 ماده میان 5 کشور ساحلی برای تقویت رژیم حقوقی دریای خزر و تعیین و تنظیم حقوق و تعهدات طرفها در استفاده از آبها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی و فضای هوایی آن تدوین شده و به امضا رسیده است. لازم به یادآوری است که سه کشور از طرفهای پنجگانه این کنوانسیون برخواسته از فروپاشی روسیه شوروی هستند، کشوری که در دو معاهده 1921 و 1940 میلادی تنها طرف مذاکره و قرارداد با ایران بود. در معاهده اخیر قزاقستان امین کنوانسیون و مصوبات آن تعیین شده و نقشه‌های دریایی وزارت دفاع روسیه سند پایه برای تعریف جغرافیایی دریای خزر مقرر گردیدند. ماده 8 این معاهده تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها به منظور قادر ساختن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمی خود در بهره برداری از منابع بستری و زیربستری را منوط به توافق بین آنها در چارچوب اصول و موازین شناخته شده حقوق بین الملل کرده است. هم میهنانم، پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. نمونه‌های تاریخی این آموزه اغلایی و آزموده تجربی بسیارند. عهدنامه ترکمنچای یکی از تلخ‌ترین این هاست که جایی ویژه در وجدان ملی ما پیدا کرده است. بر پایه این عهدنامه که از موضع ضعف در اسفند 1206 خورشیدی امضا شد، نه تنها پاره‌ای گسترده از پیکر میهن جدا شد که ایران حق کشتیرانی در دریای خزر را نیز از دست داد. قطعنامه 598 در تیر ماه 1367 و 24 سال پس از آن برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام در تیر ماه 1394 نمونه های تاریخی معاصر مذاکره از موضع ضعف و درماندگی هستند. پس از آزادسازی خرمشهر از نیروهای اشغالگر بیگانه در خرداد ماه 1361 خورشیدی، اگر منافع ملی مد نظر حاکمان وقت می بود، میهن ما می توانست از موضع قدرت پا به میدان مذاکرات بگذارد. وجدان ملی ما هرگز فراموش نخواهد کرد که چگونه سلحشوران ایرانی با تار و مار کردن قوای اشغالگر خارجی کشور ما را در موضع بالقوه قدرت و فاشیزم بعثی را در چنان موضع ضعفی قرار دادند که خواهان آتش بس، مذاکره و پرداخت غرامت به ایران شد. ما دلاوری پاسداران راستین میهن و ملت و نیز خیانت و از خودگذشتگی آنها را هرگز فراموش نخواهیم کرد. هرگز. افسوس و صد افسوس، اما که حکومت اسلامی در آن زمان نیز نه منافع عام ملی که منفعت خاص فرقه فاسد خود را در سر داشت و نه هیچ چیز دیگر را، با خیانت به دلاوری ها و از خودگذشتگی پاسداران راستین میهن و ملت و با ادامه دادن به جنگ پس از آزادسازی خرمشهر، سران فرقه تبهکار حاکم نه تنها صدها هزار تن از فرزندان میهن ما را به خاک و خون نشاندند و مادران ما را داغ دیده کردند و صدها میلیارد دلار به کشور ما خسارت وارد آوردند، که از موضع ضعف پای میز مذاکرات حاضر شده
و قطعنامه قضایی 598 را امضا کردند. ما خیانت ایشان را هرگز فراموش نخواهیم کرد. هرگز. ماجراجویی هسته‌ای تبهکاران حاکم نیست. پس از هزینه کردن چند صد میلیارد دلار از منابع کشور در انزوای کامل و در بنبست اقتصادی تحریم‌های همه جانبه، مستور در لفاف لبخندهای مکر و حیله، از موضع ضعف و زبونی ارمغانی جز فتح الفتوح برجام و قطعنامه 2231 در تیر ماه 1394 در پی نداشت. هم میهنانم، پاسداری از منافع میهن و ملت تنها از موضع قدرت ممکن است. نمونه بارز آن عهدنامه 1975 الجزایر است. این پیمان که به راستی یک پیروزی ملی بود، موفقیتی بزرگ برای سیاست خارجی ایران از موضع قدرت در آن زمان است و نسخه اصلیش به عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر این نهاد بین المللی به امانت گذاشته شده است. پیمان الجزایر در 8 ماده و 3 پروتکل در خرداد ماه 1354 به امضا رسید و با تعیین خط مرزی ایران و عراق در اروندرود در 21 و 29 اردیبهشت ماه 1355 به ترتیب به تصویب دو مجلس شورای ملی و سنای وقت رسید. در گواه اهمیت این پیمان نامه برای منافع ملی ایران، همین کافی است که صدام حسین 5 روز پیش از صدور دستور حمله به خاک کشورمان، متن آن را در 26 شهریور 1359 در مجلس عراق و در مقابل دوربین‌های تلویزیونی پاره و مفاددان را ملغا اعلام کرد. هم میهنانم، فرقه تحت الحمایه حاکم هیچ غایتی در سر ندارد مگر حفظ منافع خاص خود و الیگارشی و نومانکلاتورای فاسد آن. از بدایت تحقق حکومتی این فرقه تا به امروز و در هر تحلیل نهایی، منافع ملی در چارچوب عقیدتی و در ساختارهای حقوقی و اجرایی آن کمترین جایی نداشته و ندارد. گروگانگیری و خسارت‌های نجومی ناشی از آن و پایان مفتضحانه این رسوایی بی سابقه در تاریخ دیپلماسی، ادامه جنگ با امواج انسانی و در پی آن توسعه گورستان‌ها و نابودی بنیه کشور، ماجراجویی چند صد میلیاردی هسته‌ای و فتح الفتوحی که جز قطع مداوم برق و انزوا و تحریم و بی آبرویی برای ملت و میهن هیچ دستاورد دیگری به همراه نداشته، توسعه طلبی فرقه‌ای در میان رودان و در شامات و در یمن و هزینه گزاف آن برای ملت و میهن، همه و همه گویای تسلسل باطلی است که برای تضمین بقای منافع خاص فرقه‌ای فاسد، منافع عام ملت و میهن ما را مدام از موضع ضعف در باجدهی‌های پی در پی بین المللی زهر می کند. هم میهنانم، تبهکاران حاکم برای بقای خود نه تنها منافع ملی ما در مرزهای شمالی و جنوبی و شرقی و غربی کشور که موجودیت و هویت و ماهیت ملی و تاریخی ما را تا پای انقراض هم خواهند بود. هم میهنانم، چرخشی بزرگ اما در کار است. بیداری و خود آگاهی ملی روزافزون شما ناقوس مرگ تبهکاران و نوزایش و فرشگرد ایران را به صدا در آورده است. زبونی روزافزون نظام و رأس الخیمه آن گواه این بیداری است. با همین بیداری ملی و بازخوانی و بازنگری نقاد در تمامی مبانی و مفاهیم و ارکان حقوقی و دیوانی و با بازسازی همه جانبه میهن در تمامی سطوح دانشگاهی، آموزشی، تربیتی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری، کشوری و لشکری است که نه تنها ایرانی باز خواهیم ساخت آباد و سربلند و آزاد، که حقوق آن را در هر کجا که باشد بار دیگر احقاق خواهیم کرد. پاینده ایران،
رضا پهلوی.